دوستان سلام امیدوارم که خوب باشید من ام هستم و این کانال منه همونطور که میدونید توی این کانال بهتون یاد میدم یه سری چیزا رو توی خونه درست کنید و به کسب درآمد برسید و یا اینکه توی های خودتون صرفه کنید امروز میخوام بهتون یاد بدم که زیتون پرورده درست کنید به روش بازاری هم میتونید واسه خودتون درست کنید هم واسه یه فروش میتونید درست کنید به رستوران ها غذاخوری ها ایناز کنید بفروشید هم دوستانی که خارج از کشور هستن و زیتون پرورده رو حوض کردن یا دوست دارم که داشته باشن میتونید که امروز یاد بگیرید حتما با دقت گوش کنید که تمام نکات رو میگم و هم خونگیش رو میگم هم در آخر شکل سنتش هم رو در آخر بهتون نشون میدم خب ما اینجا از زیتون استفاده میکنیم از زیتون رو من خودم قبلا شیرین کرده بودم و از همون زیتون خودم استفاده کردم میتونید از زیتون بازاری هم استفاده کنید نیاز هستش برای زیتون پروند پرورده که هستای زیتون رو بگیریم حالا میتونید از اگر از بیرون خریداری کردید زیتون بدون هسته بگیرید من چون زیتون مال خودم بود و هسته داشت اومدم با حالت یه چاقو برداشتم و هسته ها رو جدا کردم یه وسیله هم هست واسه جدا کردن هسته زیتون من نداشتم همینجوری با چاقو هسته هاشو گرفتم و یه چیزی هم که هست اینه که وقتی که به این صورت من انجام میدید خیلی بهتر مزه میشه زیتون پرورده و خیلی خوشتمتر میشه و زودتر به قول معروف میرسه و آماده خوردن میشه خب میبینید که من هسته ها رو جدا کردم و این هم زیتونمون که بدون چوب برگ آشغال و هسته زیتون من هم زیتون سبز بوده که خودم پارسال شیرینش کردم به قول معروف به مقدار زیادی و شیشه شیشه کردم و الان مرتب ازشون استفاده میکنم حالا اگه که استقبال خوب بود شیرین کردن زیتون هم واسه اون آموزشش رو میذارم که خیلی راحت هستش و اصلا بدون استفاده از مواد شیمیایی و خیلی سخت باشه بهتون یاد میدم که چطوری میتونید زیتون رو شیرین کنید خب دوستان ممنون میشم که حتما ویدیو رو لایک کنید که ویدیو بازخورده بهتری داشته باشه و به افراد بیشتری پیشنهاد بشه خب محله بعدی نیاز داریم ما به گردو نیاز داریم که من از این گردوهای داخل بازار استفاده میکنم میتونید شما اگه مغز گردوی آماده هم داشتید که از مغز گردوی آماده استفاده کنید ولی خب من حالا اینجوری بود گردو و خودم مغز میکنم یه نکته بهتون بگم ما از مواد بیکیفیت و کم بی هیچوقت استفاده نمی کنید. در ویدیو ها همیشه بهتون میگم که از بهترین مواد استفاده کنید ولی اگه میخواد که قیمتش بیاد پایینتر، نمیگم از گیردوی بعد استفاده کنید و گردوهای اصلا که یکم مغزش سیاه هستش حالا نمیدونم اسمش رو داخل بازار چی میگن شاید بهش میگن آمریکایی نمیدونم شاید بهش میگن چین واقعا تو نظرم نیست که چه اسمی بهش میگن ولی خب یا مغزای ریستر و یکم تیره تر داره که قیمتش خیلی پایینه و طعم خوبی داره اوکی هستش میتونید واسه این زیتون پرونده اگه میخه که به قول معروف یکم قیمتش مناسب تر در بیاد میتونید از اون مغزها استفاده کنید من حالا از همین گردوی معمولی استفاده کردم گردوی ایرانی هستش و حالا باید بشکنمش پوستش کنم آمادش کنم که بدون چوب و آشغالی باشه که زیتون پرورده در نهایت که درست میکنم اصلا تلخ نشه و مزه نشه ببینید به این صورت من مغزشون کردم هیچ چوب و آشغالی نداره و کاملا سالم و اوکی هستش اون, زی... اون گردویی که بهتون گفتم قرار نیست اینجوری باشه یکم تیره تر و یکم چروک تره به قول معروف ولی قیمتش خیلی 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 مناسب تر در میاد تا این گرد خب. مرحله بعدی دیگه گردویمون آماده است و زیتونمون هم که آماده هست آن یه چیزی هم بهتون بگم اگه زیتون از بیرون خریدید حتما یه دور بشوریدش منم زیتونی که خودم درست کرده بودم و یه دور شستمش که بعد گذاشتم که آبش گرفته بشه یعنی آبی نشه بشه خوش میشم هم روی اوپن اگه بذارید اوکی هستش یه ده دقیقه یه رو بمونه اوکی هستش خب مرحله بعدی نوبت میرسه به رب انار رب انارتون کیفیتش خوب باشه مناسب باشه حالا بعضی از رب انارها هستش که یکم شیرین تره بعضی هم هستش که خیلی ترش تره اون دیگه بسته به سلیقه خودتون داره من از این رب اناری که اینم رو خودم درست کردم و اینم رو به زودی آموزشش رو میذارم از این استفاده کردم توی بازار هست هم بازاریش هست هم خونگیش هست این دیگه سلیقه خودتونه که زیتون پروردی که میخواد درست خیلی ترش باشه یا یکم ملستر و شیرین باشه این دیگه اختیارش با خودتون هستش من از این رو بنار خودم و خیلی هم از طعمش همیشه راضی هستم و همیشه هم از همین رو بنار استفاده میکنم و طعم زیتون پرورده و معمولا همه پسند هست آمه پسند هست حتی اونا که ترش دوست دارن یا ملس دوست زیتون پرورده که بهتون میگم رو میپسندن خب دوستان بخش خیلی خیلی مهمش بخش ادویجات هستش که حالا بهتون میگم داخل ایران چی بزنید خارج از کشور که خودتون میدونید حالا بهتون میگم خب ببینید من اینجا سیر دارم دو حبه سیر دارم که سعی کردم با چاقو له لهشون کنم یعنی خیلی خیلی ریز خورد کردن خوبه ولی اگه بتونید با یه قاشقی چاقو چیز لهش کنید یا بریزید داخل یه ظرف مثلا خورد کنید خیلی بهتر هستش بعد نمک دارم فلفل دارم اینجا من از سبزیات معطر استفاده کنم گلپر و گشنیز و نعنا ببینید دوستان شمالی ها از یه سبزه مخصوص خودشون استفاده میکنن که من در دسترس نداشتم معمولا هم فقط شمال خود شمال گیر میاد و حالا اگه یکی مثلا داشته باشید اونجا واسهتون بپرسه اگر خارج از کشور بود یا شهرهای دیگه بودید یا به اون سبزه دسترسی نداشتید از همین ترکیب استفاده کنید مطمئن باشید که طعمش بسیار عالی هستش و معمولا هم زیتون پرورده بیرون با همین ترکیب کاملا درست میشه خب نیاز هستش که مغز گردو رو خورد کنیم اگر حالا من با غذا ساز این کار انجام میدم شما به هر نوی که میتونید ولی خب تجربه که من داشتم توی این چند سال با غذا ساز خیلی اوکی هستش و به بهترین شکل و به بهترین نحو انجام میشه و طعم خودش رو گردو کاملا آزاد میکنه من یه مقداری از گردوم رو میریزم داخل غذا ساز و بعد از اون گلپر رو اضافه میکنم بعد از اون سبزی ها این مرحله میتونید نمک و فلفل و سیرتون هم اضافه کنید تا کاملا مواد با همدیگه مخلوط بشه و در حین خورد شدن که تمش رو به همدیگه بده بینید بعد از یه چند ثانیه زدن بسته حالا به قدرت دستگاهتون به این شکل در میاد به این بافت در میاد یه دور یه کم دور ظرفتون رو تمیز کنید دوباره مجدد بزنید با خورد کن که به این بافت در بیاد ببینید تقریبا دیگه بافت شبیه هم و خرد شده ای داره خیلی بیشتر از این خوردش نکنید گردو باید زیر دندون اصطلاحا بیاد و حس بشه در زیتون پرورده خب به یک ظرف احتیاج داریم من از این ظرف پلاستیکی استفاده می کنم حتما سعی کنید که ظرفتون پلاستیکی باشه ظرف فلزی واسه چون رو برنامه می بزنیم طعمش رو عوض میکنه و بهتر استفاده نکنید حالا اگه ظرف چینی دارید که دردار هستش یا ظرفی دارید که جنس دیگه داره دردار هستش اوکی هستید چون باید ظرف حتما دردار باشه من از ظرف پلاستیکی غذا استفاده می کنم من از این روش استفاده می کنم یه لایه یه از اون پودر گردومون که حاوی عدوی جات و سبزیات بود میریزم بعد یه کم زیتون میریزم روش و در ادامه مجدد زیتون میریزم دوباره همون جات رو اضافه میکنم و چند مرحله این کار رو انجامش میدم مثل تصویر دوستان عزیزم حالا تا زمانی که دارید این ویدیو رو میبینید تا این قسمت هستش بهتون بگم که آموزش های زیادی داخل کانال گذاشته شده آموزش های کسب و کاری هستش همگی کسب و کارهای خونگی که چطور میتونید توی خونه یه سه چیزا رو درست کنید و به درآمد برسید آموزش بیسکویت رو گذاشتیم لواشک رو گذاشتیم آموزش خیارشور هستش آموزش الکل سازی شراب سازی هستش که میتونید توی خونه خودتون درست کنید و آموزش زیاده آموزش نبات مایه دستشویی حتما برید ببینید اگه دوست داشتید سوالی هم اگر بود راجع به هر ویدیویی میتونید داخل کامنت ها سوالتون رو بپرسید من سعی میکنم زیر 48 ساعت بهتون جواب بدم اگه زودتر شد که خیلی هم بهتر هستش ولی دیگه نمیدم بیشتر است 48 ساعت بشه حتما بهتون جواب خواهم داد خب دوستان ببینید من لایه بعدی هم ریختم اینجا دیگه سعی میکنم صورت ویدیو رو ببرم بالا که ویدیو خیلی طولانی نشه خب دوستان من برای این 400 گرم زیتون بدون هستم سه قاشق غذاخوری رو به انار استفاده کردم ریختم و دو قاشق هم از روغن زیتون استفاده کردم ببینید مقدار همین هستش ولی شما اگه وقتی هم زدی دیدید خیلی موادتون خشکه میتونید از یکم روغن زیتون بیشتر و رو بنار بیشتر هم استفاده کنید من برای این حدود 400 گرم دو قاشق پر رو بنار و دو قاشق روغن زیتون استفاده کردم. بعد از اینکه کامل هم زدیم و مواد کاملا به خورده همدیگه رفت به این بافت باید برسیم و همونطور که میبینید تقریبا محله اول تموم شده و زیتون پروردمون کاملا به شکل زیتون پرورده های بیرون در اومده و مزده فوق العاده فوق خوبی داره و حالا توی ویدیو یکم رنگا جالب نشون داده نمیشه رنگ واقعیش یکم روشنتر از این هستش حالا وقتی خودتون درست کنید کاملا متوجه میشید که چی میگم ببینید این زیتون هایی که من چیز کرده بودم هستش رو در بودم ببینید چه بافته خوبی گرفته کاملا مواد یکسان و اوکی هستش خب دوستان عزیزم بهتر هستش که 72 ساعت درش رو ببندید و 72 ساعت در یخچال نگهداری کنید و بعد از اون استفاده کنید که تعمش کاملا به خورده هم بره ولی زودتر هم میشه همین لحظه هم میشه خورد ولی بهتر است که 72 ساعت سب کن این شد زیتون خونگی که بیشتر داخل خونه میبینید خب این هم زیتونی هستش که داخل مغازه ها و رستوران ها در بستانه های کوچیک میبینید یا کنار کباب و غذاهای دیگه سر میشه فرقش چیه همون مراحل رو اجرا کردیم ما فقط با همون دستگاه آخر کار با همون دستگاه غذاسازمون یه زیتون زیتونا رو خورد کردیم یعنی باعث شد که زیتونا حالت کامل و درسته نداشته باشن حالت تجاری رو اینجوری درست میکنن که یه بافته مثلا بیشتری داشته باشه یه قاشقش مثلا خیلی بیشتر جلوه کنه چون خیلی کنار غذا نمیذارن چون گرونه و اینجوری استفاده میکنن تجاری اگه خواستید پس همین مراحل اجرا میکنید یه دور آخر کار میزنید که زیتونها ها خورد بشه واسه خودتون خونه اگه درست کردید نیازی به زدن نیست و زیتونها بزرگ بزرگ و درشت درشت بشه دوستان ممنونشم که کانال رو لایک کنید سابسکرایب کنید و اگه سوالی بود حتما کامنت کنید در خدمتتون هستم خدا